أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله العظيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یافتم میقات من پشت در است، حفظ رب البیت از حج برتر است. رمی شیطان کردم از امر جلیل، تا بگیرم کعبه از اصحاب فیل. بسته بودم پشت در احرام خود، ره سفر کردم به مسجد گام خود. سعی کردم تا نماند فاصله، از صفا تا مروه کردم هر وله. گفتم او شمع است و من پروانه ام، گفتم او شمع است و من پروانه ام. بر نگردم بی علی در خانه ام، حج من رخسار حیدر دیدن است، حج من رخسار حیدر دیدن است. طوف من دور علی گردیدن است. آنقدر ای قبله بیت الحرام، دور تو گشتم که شد حجم تمام. شب فاطمه است امشب، شب فاطمه است امشب، شب شهادت فاطمه زهرا، شب شهادت فاطمه زهرا. خداوند به همه ما توفیق فاطمه شناسی عنایت کنه. خیلی کوتاه، خیلی مختصر، به هر حال چون شب شهادت نمیشه گذشت و دوستان لطف فرمودن با همه زمان و مشکلات، به هر حال باید ادای تکلیف کنیم، ادای وظیفه کنیم در این شب عزیز. خب بحثی که داشتیم خدمت عزیزان، بزرگواران و سروران عزیز، پیام‌های فاطمه رو بررسی می‌کردیم. سوال این بود که آیا پیامی برای ما امروز هست از طرف فاطمه یا نه. چند تا پیام رو بررسی کردیم. پیام اول پیام خدمت بود، پیام دوم پیام سلام و درود بود، پیام سوم پیام اخلاص بود، پیام چهارم پیام ولایت، و به خواست خدا پنجمین پیام رو امشب با هم بررسی می‌کنیم که خیلی پیام مهم و حیاتی، و اون پیام تقواست. با صدای بلند و رسا 1400 سال قبل این جمله رو فرمود. اگه میخواید این پیام فاطمه رو بشنوید، فرمود فاتقوا الله حق تقاته فیما امرکم وانتهوا عما نهاکم عنه. آی مردم تقوا داشته باشید. و بعد تقوا رو معنا میکنه، مهم اینجاست، تقوا رو معنا میکنه خیلی ساده. آنچه که اون گفته انجام بدید انجام بدید، آنچه گفته انجام ندید همین، خیلی ساده. ما خیال میکنم متقی بودن مثلا چیه؟ نه، گفته بکن بو چشم، نکن چشم. امام صادق رو دعوت کردن کوفه، شیعیانش، چند روز حضرت کوفه بودن. خیلی مهمه، امام صادق از مدینه تشریف بردن کوفه، راه طولانی. خب چند روزی مجالس گذاشتن، سمینار گذاشتن، سخنرانی گذاشتن، ورکشاپ گذاشتن، همین مفاهیمی که بلدیم دیگه.
دور حضرت سوال جواب پاسخ فلان. روز آخر که خداحافظی کردن اومدن بدرقه، جمعیت انبوهی از کوفه ریخت بیرون که بیان بدرقه امام صادق. اومدن از کوفه دور شدن، اطراف کوفه بیشه و جنگلن زیاده، خدا قسمت کنه الان مشرف بشید نجف کوفه خیلی زیاد، چون فرات خط فرات اونجا هست، درخت جنگلن. چند نفر از این صوفیا مثلا فرض کنید مالک ابن دینار و چی اینا، چند تا از اینا، حسن بصری و چند تا اینا بودن، اینا جلو جلو داشتن میرفتن تو جاده، مثلا برامون یه جای محلی برسن تا اونجا جمعیت بره بدرقه و امام خداحافظی کنه بره و جمعیت برگرده کوفه. اینا جلو جلو داشتن دیدن وسط جاده که دارن میرن یک شیر درنده از جنگل اومده اونجا گفته خوابیده، ترسیدن ایستادن برگشتن بیان جمعیت. بعد پیش خودش رو گفتن که بذار ببینیم که جعفر ابن محمد چی کار میکنه. یک کمی تو دلشون چیز بود دیگه، اگه ایمان داشت که این حرف رو نمیزن. گفت میخواد ببینیم حالا مثلا این که ادعای امامت میکنه و چیه چی مثلا چیه، ببینیم چی کار میکنه. شیر درنده است دیگه، ساده نیست. رفتن تو جمعیت قاطی شدند و آقا جلودن، تا نزدیک شدن همه جمعیت از ترس ایستاد. بله شیره، شوخی نداره. آقا امام صادق رفتن جلو، رفتن جلو، حالا همه دارن از دور نگاه میکنن چه اتفاقی میفته، خدا به داد برسه. آقا تشریف بردن جلو کنار شیر که رسیدن، دهنش گوشن در گوشش یه چیز دو گوشش گفتن، بعدم این سرش گرفتن، حالا گوشش گرفتن، چی آروم آروم از جاده دور شد و رفت، رفت جنگل رفت آشو گرفتن. جمعیت خوشحال رسیدن به حضرت و آه ممنون فلان. حضرت این جمله رو فرمود، قرازم این جمله است، فرمود اگر شما اطاعت خدا رو بکنید، امر خدا رو انجام بدید و نهیش رو انجام ندید، آنقدر این حیوانات بر شما رام میشه که میتونید بارهاتون رو بر پشتش بگذارید و حملش کنید، در اختیار شما خواهند بود. این مثال ها، یعنی ملکوت در اختیار شماست و ملک در اختیار شماست، خیلی ساده است. ما خیال میکنیم عارف شدن، بزرگ شدن، به پرواز در اومدن خیلی زحمت، نه، امر خدا نهی خدا هم. بهشت همینه، سعادت همینه، کنار فاطمه و علی بودن همینه، هم آسونه هم سخته. آسونه دو چهار تا آقا خدا گفته انجام بده برو، گفته انجام نده، انجام نده دیگه. سخته چون گفتنش راحت، تو عمل خیلی مشکل. چند نفرم کدوم حاضر هستیم که بگم آقا من یه روز میخوام ببینم میتونم، یه روز امتحان کنیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، امروز روز دوشنبه، روز شهادت امام حضرت زهرا سلام الله علیها، میخوام امروز به این حرف حاج آقا جبرامو گفت عمل کنم، ببینم شب میتونم گوش اون شیره رو بگیرم بندازمش بیرون. اول شیر نفس رو بندازم بیرون، اون شیر نفس خیلی اذیت داره میکنه، وسط راه هم خوابیده بلندم نمیشه، هر کارش میکنه. یه روز بابا، یه روز عزیز من، یه روز بگو امروز صبح بسم الله الرحمن، خدا هر چی گفته انجام بده انجام بدم. چه خیلی نخواسته چند تا مختصر، هر چی هم گفته نکن جاورم نکن، امتحان کنی، امتحان کن، میتونی. اون آقا زمان حضرت زهرا خانومش فرستاد پیش فاطمه زهرا، این جمله خیلی قشنگه، جمله آخر صحبت منه، خیلی جالبه، این نشون میده که زمان حضرت زهرا هم چنین تفکری بوده، همین کارهایی که ما الان دوست داریم. به خانومش گفت برو خدمت خانم سلام رو برسون و یه سوال ازش بکن، بگو همسرم شوهرم یه سوال داره. چش چی بپرسم از فاطمه زهرا؟ گفت برو از حضرت بپرس، بگو فاطمه جان
همسرم میگه که اگر بخوام من شیعه و محب دوست شما باشم چیکار کنم؟ راهشو به من یاد بده، نسخهشو بنویس. چشم. خانم رفت اجازه گرفت از مسئول دفتر حضرت زهرا، ثبت نام کرد و اپوینتمنت گرفت و یه حرف نبود ها، چون اینکه ما بفهمیم با این مفاهیم ها دو حرف میزنم. خدمت خانم مشرف شد و عرض کرد که شوهرم سلام است و این سؤال داره که اگر بخوام شیعه شما باشم چه کار بکنم. حضرت فهمدن که برو سلام مرم بهش برسون، بگو اگر میخوای شیعه ما باشی دو کار: یک، اوامر خدا رو انجام بده و نواهی خدا رو